سلام، خوش اومدین. امروز من میخوام کمی راجع به ضرب خارجی بردارها صحبت بکنم و الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، حالا نمیدونم شما کی خواهید دید این ویدیو رو، اما الان دقیقا من پیش از مبحث مغناطیس در فیزیک 3 دبیرستان هستم و برای مبحث مغناطیس ما لازم داریم که ضرب خارجی بردارها رو بلد باشیم تا جهت میدان مغناطیسی رو بتونیم حساب بکنیم و بنابراین این ویدیو در اینجا لازمه، جاهای دیگه هم لازم خواهد بود. خب اما داستان ضرب خارجی از چه قرار هست؟ داستان ضرب خارجی از این قراره که من یک برداری دارم A که این بردار من مثل هر بردار دیگه، یعنی یک بردار مثل همه بردارها، هم اندازه داره و هم جهت داره. خب بنابراین بردار تفاوتش با یک کمیت عدد این هست که جهت هم داره و این جهت بردار A من هست. اگر یک بردار B هم من داشته باشم، مثلا به این شکل، در این صورت من میتونم روی این دو بردار یک سری عملیات انجام بدم. مثلا یک عملیاتی که میتونم انجام بدم اینه که این دو بردار رو با هم جمع بکنم و میدونید که از روش متوازی الاضلاع جمع دو بردار مثلا یک همچین چیزی میشه. خب پس این هست A به علاوه B. من میتونم اینها رو از هم کمم بکنم، میتونم آی منهای بی رو حساب بکنم و میتونم مثلا ضرب داخلی دو بردار رو حساب بکنم، آ نقطه بی، که میدونید که این یک عدد میشه، یعنی یک اسکالر میشه. اگر شما فرق اسکالر و بردار رو درست یادتون نیست، شاید من یه ویدیو به زودی راجبش ضبط بکنم. من به هر حال اسکالر کمیتی هست که عدد نداره، ببخشید جهت نداره، یعنی فقط یک مقدار هست و جهتش برای ما اهمیتی نداره. به هر حال یکی دیگه از این عملیات هایی که من میتونم روی دو بردار انجام بدم محاسبه A ضرب در B هست که این ضرب به معنی ضرب خارجی. خب و این عملیات دو تا ویژگی داره، یکی این که اندازه داره، خب یعنی عدد داره، اسکالره، مثل همه اینها یک عددی داره، یک کمیتی، و یک ویژگی دیگه‌اش اینه که جهت هم داره و بنابراین یک برداره. خب پس حاصل ضرب خارجی دو بردار یک برداره و این بردار یک ویژگی بسیار بسیار مهم داره و اون این که جهت بردار همیشه عمود بر صفحه سازنده دو بردار است، سازنده دو بردار اولی است. یعنی اگر A و B یک صفحه تشکیل بدن با هم دیگه، مثلا شما فرش خونتون رو در نظر بگیرید، فرض کنید دو تا بردار هستن که روی فرشن، هر دو پهنن روی فرش، مثلا دو تا خودکار رو بندازید روی فرش، اینا دو تا بردار شما، در این صورت جهت حاصل ضرب اونها عمود هست بر صفحه‌ای که دو بردار رو تشکیل میده، یعنی عمود هست بر فرش شما، میاد بالا بیرون از فرش یا میره داخل پایین به سمت زیرزمین یا طبقه پایین. و اینکه کدوم وری هست رو خب من بهتون میگم چجوری حساب بکنین، یعنی بالا یا پایین، ولی نکتهش اینه که همیشه عموده بر صفحه دو بردار و بنابراین ضرب برداری فقط در فضای سه بعدی تعریف میشه و در فضای دو بعدی معنی نداره. خب پس بیاید شروع کنیم. اول از همه اندازه این ضرب خارجی رو ما میتونیم خیلی راحت حساب بکنیم و من بگم که اندازه ضرب خارجی دو بردار هست اندازه بردار اول ضرب در اندازه بردار دوم ضرب در سینوس زاویه بین دو بردار. خب مثلا اینجا الان زاویه بین این دو بردار این هست تتا و اندازه A ضرب در B میشه اندازه A ضرب در اندازه B ضرب در سینوس تتا. مثلا اگر A اندازش باشه 5، B اندازش باشه 4 و تتا باشه 30 درجه، در این صورت اندازه A ضرب در B میشه 5 ضرب در 4 ضرب در سینوس 30 درجه، یعنی 1/2 مساوی میشه با 10. خب پس من اندازه رو تونستم خیلی راحت حساب بکنم. برای جهت یه خورده کار ما سخت‌تره، اما من میخوام به یک روشی که یک قانون بسیار معروف هست به نام قانون دست راست به شما کمک بکنم که بتونید جهت ضرب خارجی رو هم خیلی راحت به دست بیارید. و این قانون دست راست توضیح دادنش با حرف سخته، نیاز داره که یک شکل وجود داشته باشه و من میخوام این شکل رو برای شما الان اینجا بیارم.
خب این شکلی هست که قانون دست راست رو ما میتونیم باهاش یاد بگیریم. ببینید قانون دست راست میگه اگر من میخوام یک بردار A رو که این بردار باشه با یک بردار B ضرب بکنم، در این صورت شستم رو میگیرم در راستای بردار A، این A هست و شست من در راستای بردار A، انگشت اشارم رو، انگشت کنار شست رو میگیرم در راستای بردار B که این انگشته، و در این صورت انگشت وسط من اگر به شکلی بگیرمش که در این شکل میبینید، یعنی عمود باشه بر صفحه‌ای که شست و انگشت اشاره رو تشکیل میده، انگشت وسط من جهت بردار C رو نشون خواهد داد که در این شکل میبینید، مثلا C به این شکل عمود بر صفحه متشکل بردار A و B که این A هست و این B خواهد بود. پس این قانون دست راسته، یعنی با این سه انگشت شما میتونید جهت حاصل ضرب خارجی دو بردار رو به دست بیارید. می که در این مورد وجود داره اینه که شما الان بیایید همین شکلی دستتون رو بذارید روی این دو بردار، خب یعنی شستتون رو روی A، انگشت اشاره رو روی B و در این صورت انگشت وسط جهت بردار C رو نشون بده. حالا بیایید سعی کنید اندازه، ببخشید، جهت بردار B ضرب در A رو حساب بکنید. به این معنی که باید این بار شستتون رو همون جوری که الان دستتون رو گرفتید باید بچرخونید و شستتون بره روی B و انگشت اشارتون بره روی A و در این صورت این انگشت وسط جهت حاصل ضرب این دو بردار رو نشون میده و خواهید دید که این جهت دقیقاً برعکس این جهتی میشه که اینجا میبینیم. یعنی اگر این عمود به سمت مثلا بالا شده، اون عمود به سمت پایین میشه، اما اندازه A ضرب در B و B ضرب در A برابر هست، یعنی اندازه هر دو A B سینوس زاویه بینشون هست و من از این دو نتیجه میگیرم که B ضرب در A دقیقاً برابر هست با منفی A ضرب در B. این ضرب خارجی من اشتباهی ستاره کشیدم. A ضرب در B یعنی دقیقاً این برابر میشه با منفی A ضرب در B و میدونیم که وقتی که دو بردار مثلا وقتی که A مساوی هست با منفی B مثلا، این یعنی اینکه اندازه این دو بردار برابره ولی جهتشون دقیقاً برعکس همه. خب حالا اینو فراموش کنید، اینجا ما دقیقاً یک همچین چیزی رو داریم، یعنی حاصل ضرب دو بردار داره میگه که اندازه این دو بردار دقیقاً برابره ولی جهتشون دقیقاً برعکس همه. خب خیلی هم خوب. حالا یک کمک خیلی میشه گفت فریبنده یا یک روش تستی که در حقیقت از این میتونید یاد بگیرید، من دوست ندارم تستی درس بدم ولی حالا شاید این جالب باشه، اینه که وقتی که محاسبه مثلا بی ضرب در A سخته مثل این حالت، شستتون رو باید بچرخونید و یک حالتهای عجیبی دستتون رو بگیرید، شما همیشه میتونید A ضرب در B رو حساب بکنید، هر جهتی به دست اومد دقیقاً برعکس اون جهت، یعنی 180 درجه برعکس اون جهت، عمود بر صفحه دو بردار جهت بی ضرب در A رو به شما بی ضرب در A رو به شما خواهد داد. خب خیلی هم خوب، ما الان هم اندازه ضرب خارجی رو یاد گرفتیم، هم جهتش رو تونستیم به دست بیاریم و آماده ایم که بریم سراغ مبحث مغناطیس و هر مبحث دیگه‌ای که برای اون نیاز داریم ضرب خارجی بردارها رو بلد باشیم. فعلا خداحافظ.